درود بر شما، خوشحالم که امروز هم با شما هستم با قسمت چهارم برنامه سه‌شنبه ها. امروز بحث های زیادی میتونیم داشته باشیم و مسئله مختلفی میتونیم بپردازیم. امیدوارم بتونم خلاصه از کنارشون رد بشم و یک تصویری در این باره به دست بدم. من فکر میکنم بیش و پیش از هر زمانی ما لزوم سازماندهی رو داریم. یک شعاری جلیق زرد تو فرانسه داشتم وقتی که بنیادگراها راستی ها اینا پیروز شدن، یا در واقع این فضایی که ما در فرانسه داریم، در واقع اونا شعار محوریشون اینه که نه مکرون نه لوپن، خودمون رو سازماندهی بکنیم. و این شعاریه که ما باید داشته باشیم. در واقع هر گروهی، هر کسی که 5 تا طرفدار داره، 10 تا طرفدار داره، هر کدوم از موتاها، در واقع هر براندازی، هر کدوم از قهرمانان ما که از زندان آزاد شدن و دارن ادامه مبارزه میدن، نیازی نیست که به سرمنشأ بس بشن. اینا کافیه که سازمانهای خودشون داشته باشن، میکرو سازمانها رو داشته باشن. و ما امروز میبینیم که چقدر ما ناگزیر از فردایی شدنیم. ببینید، هرگز فرانسوی ها نمیان بگن که برگردیم به لویی 17، برگردیم به امپراتوری بناپارت. کسی به گذشته نگاه نمی کنه. لذت در فرداست، انسان در فرداست، همیشه حق با فرداست، حق با نیروی جوانه، حق با انرژی جوانه، حق با ایده جوانه. ما چرا به گذشته نگاه میکنیم؟ چه چیز جذابی در گذشته هست که هی این سیستم التجاری رو داریم؟ و تجربه های انسانی نشون داده که الان تمام فعالان، هر کسی که در ایران می جنگه، وقتی میخواد مثلا از همون مبارزه در ایران یک تمهید قرار، از اون یک تمهید درست میکنه که برای غرب، چون در غرب فردا مهمه، همیشه حق با ایده جدیده. ما در غرب التجا نداریم. فرانسوی ها میگن نه لوپر نه مکرون، سازماندهی بکنیم. نمیگن حق با ناپلهونه، نمیگن خوشالویی 17. در واقع این مغزه که این انسانه که این مدرنیته است، این علم، این دانش، این تفکر لیبروه که ما رو به خاص انسانیمون میرسونه. از این جهت من بحث‌های امروز رو در چند حیطه بخوام دنبال بکنم. ما از کجاها ضربه خوردیم و چرا دیگه وقتش ضرر نکنیم؟ برای اینکه ضرر نکنیم باید هرچی سریعتر به سازماندهی بپردازیم. ببینید، ما الان یه سری بالماسکه ها رو داریم. در واقع تمام این جنبش 5 ساله براندازی منجر شده به یک جور آگاهی سازی. اگه توجه بکنید، تمام تلویزیون و آیدیا تیوی رو اگه نگاه بکنید، آدم های مختلف میان اینجا و همه سعی دارن که آموزش بدن، یا در تلویزیون های دیگه سعی میکنن که مردم فعالیت هایی رو بکنن و مثلا تازه رو عنوان بکنن تا مردم رو آگاه بکنن. این آگاهی چرا اینقدر برای جایش قرار گران تموم بشه؟ چون جایش ضد آگاهیه، چون اسلام ضد آگاهیه، چون آنچه که در پشت سر داریم بلاحت رو داریم، خرافات رو داریم. برای اینکه ما خرافه محور عمل نکنیم، محتاج آموزشیم، نیازمند آموزشیم. و اصل اساسی، رکن اساسی آموزش اینه که مردم با حقوق خودشون آشنا بشن، مردم بدانن که به عنوان یک رایت، هیومن رایت اصلا چیه. اینکه بگن فعال حقوق حشر، اینا همه فعال حقوق حشرن، اینا هیچ ربطی به انسان ندارن. تمام این کثافات قاتلانی که به اپوزیسیون غالب میشن یا تو این تلویزیون فعال میکنن، فعالیت میکنن به اسم هیومن رایتس اکتیویست، ترونده همشون نگاه میکنه، همشون قاتل بودن، همشون بسیجی بودن، همشون پاسدار بودن، همشون چماق به دست بودن، همشون فلانج بودن. اساسا چرا بین اون جمعیت 90 میلیون نفری، 80 میلیون نفری، چرا فقط کسانی که قاتل بودن یا سابقه قتل دارن باید هیومن رایتس اکتیویست باشن، فعال حقوق بشر باشن؟ چرا فقط توبه ای ها؟ ما باید این آگاهی، یعنی الان هر چی که زل به ما میخوریم واسه همین توبه ای هست. ببینید، یک جریانی شروع شده، 20 سال هم شروع شده در ایران، 20 ساله که از وقتی اینترنت یا سوشیال مدیا، در واقع مسنجر ها فعال شدن، مبارزه با خرافات تحت عنوان جنبش آتئیستی آغاز شده. من شخصا اساسا همونقدر یک دیندار، یک مذهبی رو، یک باور به ایدئولوژی رو، باور به الله رو منحرف میدونم، کسی که اینا رو انکار میکنه. چون سوال وقتی چرته، موضوع وقتی چرت باشه، عنوان بندی در حول و هوش چرت مزخرف دیگه. از نظر من چه کسی که مذهبیه،
چه کسی که ضد مذهبیه، چون قول میبره الله و خدا و این مزخرفات بحث میکنن، قبول میکنن یا نارد میکنن، اینها نمیتونن خواستهای انسانی داشته باشن. ما بعد از دفعه ما تاریخ رو به سه دوره تقسیم میکنیم: کلاسیسیسم، مدرنیسم و بعد از مدرنیسم، پس از مدرنیسم، پست پست مدرنیسم، نیو مدرنیسم، هر چی که هست. در کلاسیسیسم در واقع توهم، خرافات، ما یک مرکز موهومی داریم. تمام ادبیات کلاسیک ما رو بخونید، ادبیات عرفانی ما رو بخونید، یک مرکز موهومی به اسم خدا وجود داره، همه حول ستایش چیزی هستن که نمیدونن. در ادبیات مدرن ما شما میبینید که از اون لحظه ای که تفکر دکارتی آغاز میشه، من فکر میکنم پس هستم، ما اینجا میبینیم که فکر کردن، اصالت تفکر در قلب مطرح میشه، یعنی انسان خدایی در قلب مطرح میشه. بعد از انسان خدایی ما زبان خدایی رو داریم، یعنی پست مدرنیسم رو شما تمام لینگویستی فلسفه‌های زبانی از دریدا بگیرید، از کسان دیگه تو حوزه دلوز بگیرید، از بقیه اینا که کار کردن، شما حول محور زبان کار کردن و در واقع اینم یک سابستیه، یک زیر مجموعه از مدرنیزمه، یعنی یک قرائت مدرنیستی. در واقع ما در پست مدرنیزم میایم چیکار میکنیم؟ میایم تجدید نظر میکنیم، تجدید نظر رو ضعف های مدرنیته. ما به قدر کافی مدرن نبودیم. رامبو میگه ما به طرز فجیع نیازمند اینیم که مدرن باشیم. مدرن باشیم یعنی طرفدار ایده نو باشیم، یعنی مرتجع نباشیم، هر نوع ارتجاعی. ما الان میبینیم که در فرانسه، از رامبو یاد گرفتیم، شاعر فرانسویه، میگه نه مکرون نه لوپن، خودمون رو سازماندهی بکنیم. سازمان از فردا میاد، تشکیلات از فردا میاد. هر ایده ای داری، هر عقیده ای داری، هر خواستی داری، به این دریای براندازی بپیوند، خودتون رو سازماندهی بکنید. با این نفر تک نفری نه، نگید با اپوزیسیون ما چیز در خارج از کشور چیزی نداریم، چون سابقه ما نشون 43 سال مبارزه نشون داده که ما همیشه از داخل جنگیدیم، یعنی همیشه مردم ایران بودن که اونجا ایجاد تغییر کردن، چون کشور شماست، شما اونجا زندگی میکنید، من که بریتیشم اینجا. در واقع یک ایرانی بود برای خودش با قیام فرودستان و قیام دیما رو جوانان ایرانی به دست دادن، قیام آپانگان رو جوانان ایرانی به دست دادن، بقیه هم با شما بیزینس کردن. حالا یه عده وطن دوست بودن، به شما آگاهی دادن، سعی کردن صدای شما باشن، در لس آنجلس بودن، در پاریس بودن، در همه جای دنیا بودن. ولی یک عده وسیع 90% چه توی پیرپاتال ها، چه توی اصلاح طلب، خون جوانان آبان با خون قیام فرودستان اینا بیزنس کردن، یعنی مشروطه شدن، مؤسسه فاند های عجیب خرید گرفتن، مثل مؤسسه گمان، مؤسسه انبا اقسوم اصلاحی، مؤسسه اصلاح طلبی که هست که دار در بال نبرای مردم، از غلط پول میگیرن، مثل همین تلویزیون های انتراشخال یا منوتو تیوی جاهای دیگه، از غلط پول میگیرن، اما ضد مردم ایران. این تلویزیون به مردم آگاهی نمیدن. چرا آگاهی نمیدن؟ به خاطر اینکه اونجا پاشنه آشتی نادانیه. عدم آگاهی باعث میشه که جایش عمر بیش داشته باشه. ببینید این جنبش 20 ساله آتئیستی آغاز میشه، یه دست بچه های جوان زحمت میکشن، یه دست بچه های دیگر زحمت میکشن. شما در این تلویزیون بروندزین اواخر میبینید که مدام از اسلام دفاع میکنن و اگر یک میزی گردایی میذارن میان مذهبی ها رو میارن. بعد اون کسانی که اساسا ما اینا نمیشناسیم، آتئیستن، نه کتاب دارن نه فلان، یه جکو جونو برای جوونی میاره، وقتی سابقه شون نگاه میکنی اینا یا موزیسین بودن یا رپر بودن، یا اساسا دانش فلسفی ندارن، یا هیچ کیش کتابی ندارن، هیچ پرونده ای ندارن که اینها با درباره خدا ناباوری تبلیغ کرده باشن، سخنرانی داشته باشن، کتاب داشته باشن. مثلا خیلی جالبه، من نمیخوام تر از همین، اگه بخوای نیروی جوان بیاد، مثلا یه کسی هست به اسم امین غذایی، این سال هاست، حداقل اون زمانی که ما به جاده شر توی پاریس داشتیم، این واسمون آرت کالت واسش در می آوردیم، تو زمینه فلسفی کار میکرده، به همین قرائت های آتئیستی یا چپ رو داشته. چرا اینو دعوت نمیکنن؟ چرا این آدمایی که مستقلا دعوت نمیشن، چرا همش بچه مسلمونا؟ بعد ناگهان میبینی که شاگرد سروشه، میگه من آتئیستم، ولی شاگرد سروشه، میگه من آتئیستم، ولی میبینی که مرید مثلا بازرگانه، میگه من آتئیستم. ببین در واقع حتی اون کلماتی که ما قبول نداریم رو جایش داره دفرمه میکنه. پس باید آگاه باشیم، یعنی یک کسانی ما اساسا باور به این طبقه بندی ها نداریم. ما ایران رو تبلیغ میکنیم، ما در واقع
من رو، من انسانی رو، فردیت رو تبلیغ میکنیم و اینا جایگاهی ندارن. باید حواسمون باشه یعنی از چه جبههایی جایش داره حمله میکنه. ما به مرتجع نیستیم، به گذشته بر نمیگردیم. فرانسوی ها رو ببینید، یاد بگیرید، میگن نه مکرون نه لوپن، خودمون رو سازماندهی بکنیم، اهل فردا باشیم. و پس این زمینای آگاهی سازی که اتفاق افتاده، وحشت کردن از این آگاهی که داره اتفاق میفته. این همه ویدیویی که ما در کانالهای خودمون داریم منتشر میکنیم، آگاهی مردم عادیه. مسجد رو مثل فرانسه، شما به توی روستاهای فرانسه، روستاهای انگلیس میبینید، مثلا کلیسا درست در یک شنبه اونجا جمع میشن، ولی اونجا پارتی میگیرن، جشن میگیرن، به عنوان یک جایی که مال عامه است، دارن مالیات ازش استفاده میکنن. مردم دارن یاد میگیرن، در مسجد میرقصن. در واقع دیگه جای عزا و ملا و دلا نیست. در واقع اونجا ما میبینیم که مردم این ایده رو گرفتن. اگر مالیات میپردازن، اگر سرزمین خودشونه، تمام امکانات اون سرزمین باید در خدمت خودشون باشه. شما نمیبینید که اون سنت مسجدی رو دارن دفرم میکنن. مسجدی که نماز جماعت میخواست، نماز جماعت میخواست، جمعیت میخواست، جماعت میخواست، تا ضد عاشقی عمل بکنن، تا بگن که عشق واقعی الله است، پس برای جهانگشایی، ترویج شیعه، عالمگیری مسجدی باشید، نماز جماعت بخونید و در خدمت خطیب ملا باشید، الان میبینند که ملا مسخره میشن. خب این جنبش ترسیده جایش. اصلاح طالبان ترسیدن، تمام سکونات ترسیده، ایدئولوژیست ها ترسیدن از این این آگاهی وحشتناکه. این آگاهی به سرمایه‌داری مذهبی مجال نمیده. بازاری ها ترسیدن، پس باید اینو دفرمش بکنن. و زبانشون، جبهه نرمشون تلویزیونای بروندرسیه. میان خود شما در واقع کسانی که متفکران و روشنفکران جوان و میانسال، کسانی که آگاهی ساختن رو جعل اونا رو میسازن، در واقع فیک اونا رو میسازن. میگن این آتئیسته، این جعلق آتئیسته، این بچه مسلمون آتئیسته. بعد میان مثلا یک آدم مسلمون رو قرار بدن جلوی این و این مسلمون نشون میده اون جعلق فیک بی سواده. یعنی این هرچی میگه فقط لبخند میزنه مثل این شاشکولا. بعد میگه این آتئیست، مردم این آتئیست، این آتئیست ها، اینا ناباورن، اینا هستن. نه این نیست، دارن شما رو فریب میدن. من میخوام سریع بگذرم که چه اتفاقی داره میفته. ببینید ما الان فاجعه رو، اگه اینا مسلکون های از امام زمان میگن، ما الان امام مکان رو در مشهد داریم. در واقع مشهد مکان عیش و نوش پولدارهای کویتی شده، یا جعلق های مثلا عراقی شده. در واقع اونجا میان چیکار میکنن؟ طوری که زیستمان برای مشهدی، من واقعا به براندازان میگم به خانواده‌هاتون کمک بکنید، بهشون آگاهی بدن. تا رو با خانواده‌اش، با دختر نوجوانش به عشق زیارت و فلان اینا میره مشهد و این ناگهان دخترش سیغه میشه واسه کسی، ناگهان زنش سیغه میشه. از اونجا یه اتفاقات عجیب غریبی داره میفته. یعنی جنبش به مشهد نروید، یا تحریم مشهد رو هم باید آغاز بکنید، به خاطر اینکه ما اونجا داره به ما دهنکجی میشه. تمام هتل های مشهد در غرق کویتی هاست. من یک شاعر کویتی بود، پیروز دیدمش، بعد دو سال این کرونا نیده بودم، من صحبت میکردم، گفت من ایران بودم، تو ایران چیکار میکردی؟ گفت البته رفتم ایران، ولی فقط رفتم فولگای مشهد، از اونجا نبودن تو هتل، از هتل هم بودن، اصلا وارد شهر مشهد نشدم. یک استودیوی بزرگ من داده بودن با 12 تا زن، به عشق 12 امام، 12 تا زن داشت اونجا. یعنی علم الهدا این وزیر جمع جور کرده بود. یعنی اینها رو از کجا پیدا میکنه؟ همش که دختران مشهد نیستن، برخی از اینا زوارن. این زواری که ناآگاهی که میرن اونجا و با خانوادهشون، با فامیلشون بیزینس میشه. به مشهد نروید، اینم میتونه بخشی از جنبش شما باشه. چرا باید یه کاری بکنید، در یه جای زیارت بکنید، پولش بره توی اون داره، تو جیب دادسه علم الهدا؟ در واقع ما وقتی میگیم جنگ نرم بکنید، جنگ حساب شده بکنید، وقتی میگیم تحریم بکنید، تحریم ابعاد مختلف داره. از این چه وضعیه که وقتی بهش اعتقاد ندید، چه جایی میری که جایش رو پرگار بکنیم؟ پس این جنبش به مشهد نروید، میتونیم روی اینم کار بکنیم در آینده و میتونیم ایده باشه و چای برانداز رو داشته باشن. نکته سومی که میخوام بهش اشاره بکنم و سریع ازش بگذرم، ببین عزیزان، ما جنبش های بزرگی رو به دست داریم. ما برای فرودستان میجنگیم، ما برای انسان ایرانی میجنگیم، ما برای ایران میجنگیم، ما برای آگاهی میجنگیم. هدف ما انقلاب آگاهیه. ما در ایران هرگز انقلاب نداشتیم، چون همیشه اسلام اونجا غالب بود. تا وقتی که مسلمون معترض میتونه باشه، اما انقلابی نمیتونه باشه، چون هر مسلمونی باور به ذل الله داره. و ذل الله، تئوری ذل الله، یعنی هر حاکمی سایه خداست. اینا پوتین وقتی توی ماموریت داشت توی آلمان شرقی، وقتی که دیوار برلین میخواستن بردارن یا اوضاع خراب میشه، این زنگ میزنه به شوروی سابق، به
کس به تکلیف بکنه، کسی جوابش رو نمیده. یعنی هی تلفن میکنه کسی جوابش رو نمیده. این بدل به یک عقده میشه برای یک فرد مذهبی، چون فرد مذهبی حاکم میبره، او باوری به مردم نداره، مردم برای او پشیش نمیاد، همیشه باید حاکم رو راضی نگه داشت. و همین الان اگر ما یه هیتلر زد رو هیتلر رو در روسیه داریم، به خاطر اینکه به خاطر همون عقده پوتینه. پوتین زنگ میزنه و اونجا سلطان نبود، امپراتور نبود، تزار نبود، رئیس جمهور نبود، در واقع این لیدر کشور نبود که بهش خط بده. و اون عقده رو داره جبران میکنه. اون میدونه که اگر مطابق میل مردم عمل بکنه به حاکم خیانت کرده. بخاطر اون خیانت رو دیده، فروپاشی شوروی رو دیده. و از این جهتی که ما این ساختار مذهبی رو الان توی جایش هم داریم. یعنی شما باید همیشه حواستون باشه، شما برای مردم میجنگید، شما برای ایرانیان میجنگید، هر گونه ایرانی، هر گونه ایرانی که برای احقاق حقوق خودش میجنگه. ما بت پرست نیستیم. ما اگر قرار باشه به تمامیت ارضیمون فکر بکنیم، باید به ایران بزرگ فکر بکنیم، به کل ایران بزرگ. من دلم میخواد اگه ایران ایران باشه، گرجستانی، آذربایجانی، باکو، ارمنستانی، اینا به ایران برمیگردن، کل افغانستان به ایران برمیگرده، دوست داره با اینجا اتحادیه داشته باشه. در واقع اون ایده نو همون کاری که اتحادیه اروپا میکنه، همون فرماتی که ما در ایالات متحده آمریکا داریم. در واقع ما اگر اجرای انسان رو داشته باشیم، دموکراسی انسانی رو، یعنی مدرنیته انسانی رو در ایران اگه بخوایم داشته باشیم، در واقع ایران شهری رو اگر در ایران داشته باشیم، اگر مجلس مهستان واقعی رو داشته باشیم، اگر دیگه در کشور ما گاگول حکومت نکنه، طبقه متوسط حکومت نکنه، اگر نخبه های ما در هر عرصه نقش داشته باشن، خب این مشکلاتی که نخواهیم داشت. اونجاست که هیچ کی دوست داره تحت سیطره باشه. ببینید یک جنبش قومی آغاز شد، تمام این ملا بچه‌ها، شما اگه نگاهی در همین اپوزیشن، در همون داخل کشور نگاه بکنید، جنبش هایی که آغاز شده نگاه بکنید، یک نماینده داره، یک لیدر داره، و این لیدرها همشون بچه ها خوندن، همشون بچه های قومن، همشون پاسدار زادن. یعنی ظاهرا دارن اعتراض نرم میکنن علیه پاسدار، اما خودش پاسدار زاده است. اعتراض نرم میکنه علیه ملا، اما خودش ملا زاده است. این بدیش اینه که در اون دقیقه 90 به ما خیانت میکنن. ببین اخیرا یک بویسی دستم رسیده، اول باورم نشد، از سمت آقای محمد حبیبی، این سخنگوی معلمانه. این تظاهراتی که ما داریم، این توی لیدرهای، من فکر میکردم لیدر اینها فردی به اسم رسول بداخی، یکی دو تا سخنرانیش شهیده بودم، درد رو شهیده بودم و فکر میکردم او لیدرشونه و او نمونه بارز یک آموزگار رنج کشیده و مردمی بود. دوستی ما ازشون حمایت کردم. این اواخر دیدیم این محمد حبیبی بهش نقش دادن که به جنبش آپانگار حمله بکنه. یعنی آپانگری رو که اساسا یک در واقع نیو جنریشن روشن فکری این جنبش آغاز کرده، اون در زندانی بود که چند تا از لیدرهای آپانگران یا آپان اونجا هست، زندانی هست. اون در جایی بود که در اونجا بکتاش آبتی رو میکشن. او هم یک آپانگر بوده، او هم معتقد به جنگ مسلحانه با جایش بوده در واقع. و شما میبینید که این آدم میگه که من اینجا با اینا صحبت کردم، دروغ میگه. وقتی سوال میکنیم این از بچه هاستی نمیشه آدم حساب نمیکردن، با اینا صحبت کردن، زندانیان برانداز آپانگران در زندان ایبیل نیستن. این تو زندان ایبیل 7 سال بهش داده بودن، سال 98 و 99 آزادش میکنن، شرطی آزادش میکنن تا همکاری بکنه. به شما میبینید که الان ما میدونیم که خط قرمز جایش برای اینکه به تداوم کسی به خودش ادامه بده، نیاز داره که آرمانهای آپان رو تقلیل بده. یکی از چیزایی که تقلیل بده اون خشمی که سلاح ماست، خشمی که در واقع متاسنتر قیاما خشم ماست. ما جز خشم چیزی نداریم. این خشمی که ما رو به راه بره، در واقع این که میگن گفتگو کردن، در حال گفتگو رو باز بذاریم، با ملا میشود گفتگو کرد، با خامنه‌ای میشه، اینا مزخرفه. با سرمایه‌داری که دو کوچی قورت میده نمیشه گفتگو کرد. با رهبری که رئیس جمهور تعیین میکنه، نماینده مجلس تعیین میکنه، فرمانده سپاه تعیین میکنه، به هیچی پاسخ نمیده نمیشه گفتگو کرد. اساسا با سپاه پاسدارانی که تمام قدرت های اقتصادی و فرهنگی و کالچورال و نظامی دست خودش نمیشه گفتگو کرد. ما در جامعه سوپر دیکتاتورشیپی مثل ایران که همه چیز دست ولی فقیه، همه چیز دست سپاه پاسدارانه، اونجا نمیتونیم رسانه داشته باشیم. حتی در برون مرزام که بخبر خردسانها ظاهرا دولت میبرن، میبینید همون قدرت مالی نفوذ میکنه، دلار پول اونجا هست.
مافیا اونجا هست و مافیا همه چیز رو قورت میده. از این جهتی که این خشم علیه مافیا، این خشم علیه ظالم، خشم علیه اهریمن، این خشم تبلور پیدا کرده. و ما دقیقا از سال 76، به این سال 76 من داشتم فعالیت میکردم، به کهانی بسندگاه من فعال بودم خیلی. من دیدم چگونه توده ای ها، چگونه اکثریتی ها، چگونه بخش دیگه ای از همین اینا ناگان یکی میشن. ناگان هیچ فرقی بین حافظ موسوی و اکبر گنجی وجود نداشت. ناگان همه این همان شدن. ناگان یک معمم محمد مختاری شد خدا. اینا خداشون دوا چپا خداشون شاملو بود. شاملو میگفتش که هیچ معمم امام بسری آدم بشو نیست. یوشن شاعر شاعرش این بود. ولی اینا همه داشتن رهبرشون یک ملدار انتخاب توده یا داشتن خودشون جر میدادن. نتیجه اون شد که وقتی خاتمی قدرت گرفت بخش دوم جنای اقتصادی شدن توده یا اکثریتی یا توده یا همه بدون نوا رسیدن. صدهای بزرگ اول خود اصلاح طلبا میگرفتن، بعد بخش دوم رو شرکت های اکثریتی. من یک آموزشگاه زبان اونجا، آموزشگاه کنکور اونجا داشتم. تو آموزشگاه کنکور من اصلا، تو آموزشگاه کنکور من گران بود. اصلا یه آدم متوسط یا فقیر در حدی اصلا نمیتونستن بیان اونجا و چاش نمیتونستن اونجا. و این ناگان توده ای ها همه شون بخواهی از اعضای کهانی بیسن دیگه نومدن بچه هاشون بیسن تو آموزشگاه من. از ما خواستن میشون که ناگان پول بالا داشتن اینا. میخوام بگم که اون اتفاقاتی که میفته چیه. ما باید حواسمون باشه از کجاها داریم میخواییم. اخیران میبینن که این محمد عبیبی این بیاد حمله میکنه به آپانگان. بچه های خیلی از خانواده های آپانگران از من میخوان که پاسخ اینه بدم این سرجاش بدشون. من گفتم که ممکن تحت شکنجه قرار گرفته باشه. ما الان یک تظاهرات های زنجیره معلم ها رو داریم، به اینا داشت نقش دارن، میتونه این تحت فشار بوده باشه، نرفا رو زده باشه. بعد دیدم که اون بخش هم با این مشکل دارن. یعنی من وقتی اینو گفتم بخش از خود معلم ها گفتن این از ما نیست اصلا، به خاطر که ما خون آپانیم. اصلا آپان انگیزه ماست، آپان ذریب شجاعت ماست، آپان سامپیدانس عاطفی و شوری ماست، آپان حسیت ماست. گفتن این جاکش میره مثلا با نرگس محمدی و با اون یارو چیزی زاد و فلان و با این اینایی که من سابقه توبه دارن، قاتل بودن، اصلاح طالب بودن، الان تحول طالب شدن، با پسر ملکی و فلان اینا، با اینا جلسی میذاره. خب ببین نایزان، من تصویرم هست جناب، تصویرم هست. خب ببینید، به این دلیله در واقع سناریو مشخص تقلیل فضا. اینها رو به طور شرطی آزاد بیان، بعد باید همکاری بکنن. همکاری این نیست که اینا وقتی از زندان آزاد میشن، همکاری این نیست که مثلا اینا بیان الان برن نماز بخونن یا خامنه ای تبلیغ کنن. نه، به کار سابقشون ادامه میدن، ولی خیانت در دقیقه 90 میکنن. همچنان اون تظاهرات نرم وجود داره، اما آپان که پاشنه آشیله باید تقلیل پیدا بکنه. حمله میکنن به آپان، میگن کار آپان. اینا هم مخصوص بچه های آپانگر، همشون جوون بودن، سواد نداشتن، طفلی یا فریب خورده بودن، فریب اسرائیل. اینا هم همونن، در واقع همون اسرائیل، همون امنیتی ها هستن که الان میگن آپانگر ها فریب خورده بودن. آپانگر اهل آینده است. ما همزمان میبینیم که خیلی از آپانگر جوان از زندان آزاد شدن، میان میگن که تنها عشق زندگیم این بوده که من در آپان دستگیر شدم. این باعث غرور منه، زنم رو از دست دادم، بچه‌مو از دست دادم، اما هنوز میدونم بچه‌م اگه بزرگ بشه به این افتخار میکنه. در واقع آپانی بودن یک افتخاره، بعد یک آموزگار مموشی که گدایی ریال میکنه که مثلا حقوق 5 میلیون تومنش میشه 7 میلیون تومن، به گدایی با جایش افتاده. چنان این رو، در واقع این رو از اینه هنوز نهی تظاهرات مستقیم نکردن. هنوز ما یک سازماندهی درست نمیبینیم. هنوز یک مطالبهشون پاسخ نگرفته. ببینید عزیزان، همشیاتون باشه، مطالبه جنبش محور، مطالبه ای که حتی خشم محور نباشه، اسمش رو گذاشتن مدنی، ولی این چیزی که اینا میگه مدنی نیست، مدنیه. در واقع اینا مازوخیستن. وقتی مطالبه است که به پاسخ برسه، یعنی اگه یک جنبش کارگری بگه من حقوقم باید بالاتر بده و پیروز بشه و بالاتر بده، یعنی اون جنبشه. اینا هرگز توی جنبش پیروز نشدن، مدام خسته شدن. و در واقع با این ببینید، ما یک آستانه دارید در مهندسی مکانیک، یک جای آستانه خستگیه. شما خسته نمیشید، شما بعد به آستانه، بعد از خستگی به آستانه گسیختن میرسید، بعد پاره میشید. پارگی یعنی تمام شدن. اینجاست که فروخ نگهدار پدید میاد، اینجاست که به درد مزدور میشید. اگر وارد جنبش های الکی دونکی بشید که پاسخ نداره، نرخی از پیروزی درش نیست، طعمی از پیروزی درش نیست، بعدها به گسیختگی میرسید. یعنی ممکنه ظاهر یک جنبش مثلا ضد جایش باشه، ولی اگر میدونی اون جنبش محاله که جواب بگیره،
به نتیجه شکستی واردش نشو، چون اون منجر به خستگی و بعد گسیختگی میشه. مثل جنبش نرم، مثل جنبش مدنی، ما دیگه به این نتیجه رسیدیم. تازه دارن میان میگن که ببینید جنبش قیام فرودستان مطلقا قیام نرمی نبود، قیام آپانگان مطلقا قیام نرمی نبود، قیام به مردم گفتن در خیابان شعار مرکزی در تمام شهرهایی بود توپ تانک فشفشه، خودم گفتن در خیابان شعار مرکزی در تمام شهرهایی بود توپ تانک فشفشه، خامنه ای چیز کشه. در واقع این در واقع مردم با آگاهی خودشون دست خبیث ها رو لیدرهای کذایی رو رو کرده بودن. اینا مدام میگفتن نرم باشید، گرم باشید، آب بلند باشید، پاسدار خواهر ماست، ملا دختر ماست، اینا پاسدارا دختر ما هستن، فلان ما هستن. بعد یه جوری اساسا یه فضایی داشته ایجاد میکردن. ما عملا دیدیم که اینا نسبتی با ما ندارن، اینا خاصبن. عملا دیدیم که اینا اصلا غم ایرانی ندارن. خب ببینید اینا نکته است. پس خاصگاه در آپانگا یک فقط قیام نبود، یک دانشگاه بود، یک تبلور بعد 14 قرن بود. یعنی اگر بعد از 1400 سال پیش بعد از حمله عمر به ایران ما بعد از اون هر 10 سال یک قادسیه، یک مینی قادسیه، یک میکرو قادسیه داشتیم، در آپانگان فهمیدیم که باید این تمامش بکنیم. و اون جنبش هراسناک غرب هم از این ترسیده. بی خود نیست که 15 مارس امسال رو همین سازمان ملل میذاره، اسمش رو میذاره که روز مبارزه با اسلام‌فوبیا. چرا این کاره میکنن؟ در واقع ببینید همین امسال در لندن در تمام جاها ما افطار سرو کردن، در میدان بزرگ بالای چپای تافلگارد افطار سرو کردن، یا مثلا در نیویورک هم شاید این اتفاق افتاده. خیلی جا، خیلی از شهرها، چون غرب فهمیده به خاطر اینکه با تروریسم اسلامی مسلمان ها رو تروریسم اسلامی سلاح قرار داده، در واقع وسیله قرار داده و از طریق اینو ترور به دست میده. اونها با این گالی اتفاق ما با اسلام مشکل نداریم. همونجوری که سرمایه‌داری از مسیحیت سود برده، از اسلام هم میتونه سود ببره. اساسا مذهب شیوه‌ایه برای تولید، برای تحمیق، برای به استثمار کشاندن. پس چرا اینها استفاده نکنن؟ و شما عملا میبینید که اگر ما روشنگری میکنیم، اگر مردم رو با ایران آشنا میکنیم، با تمدن ایرانی، با فلسفه ایران شهر آشنا میکنیم، از اون ور میبینید که اونها یک جای دیگه ناگهان پاپ کاتولیکا، پاپ مسیحیان میاد، مثلا آقای مجتهد مثلا شیهر رو میبینه، نیستانی سیستانی رو میبینه در عراق. چرا اون میاد اینو میبینه؟ یا میبینیم دست مسلمانان سودای لیبی رو میبوسه. چرا میبوسه؟ اونجا بحث نفته، اینجا بحث قدرت. اینجا در واقع ببینید ما باید حواسمون باشه، آگاهی. الان بزرگترین خدای ما در ایران باید آگاهی باشه. نقش هر براندازی اینه که مردم رو آگاه بکنه. نگید این پیر مرده، نگید این مادر بزرگم نواز میکنه، بگید این عموی من آره عشق مشروط داره، بزا بره، بزا پروش جایی درست خرج بکنه، بهشون کمک بکنید، قبول مسئولیت، به شوخی نکنید. در واقع هر کسی که شوخی میکنه اجازه ندید که عظمت آپان پیروزی بزرگ واسه ماست. اگر همه ما هم کشته بشیم، انقلاب آپان، دانشگاه آپان ماندگاره. به جایش، به اسلام، به کسیدی ها، به ارتجا، هر گونه ارتجایی با آپان نمیتونن هیچ کاری بکنن، چون آپان نه مال غرب بود نه مال شرق بود. آپان رو جوان آگاه ایرانی تولید کرد، نیو جنریشن روشنفکری تولید کرد، بدون اینکه ایدئولوژیک باشه. آپان رو ایران تولید کرده، ایرانی تولید کرده. از این جهت به هیچ بزغاله قومی، ملازاده، حیوانزاده، کسیفی، به یکی از روش های جایش شده که مثلا یک چهار تا شاشکول مذهبی رو بسیجی رو میبره، سه سال زندان نگه میداره. در اون زندان اینا میرن تو اوین، نیمی از اوین هتله، میرن اونجا نگه میدارن و از اینا قهرمان درست میکنن، بعد میفرستن به همین اروپا، به همین آمریکا، یا در ایران نگهشون میدارن، از اون لیدر میسازن. و فقط اینها لیدر هستن. ببین الان میبینید که فلان شریم، کثیف‌ترین موجودی که ما الان داریم، احمدی نژاد، الان بخش از اپوزیسیون داره از احمدی نژاد دفاع میکنن. احمدی نژاد اصلا اون علی جوامعیش رو تریبون دستمالچی احمدی نژاد. چرا آخه؟ یعنی تو ایران، تو همون کردستان ما آدم نداریم؟ ایران چهره نداره، تعقل نداره، انسان نداره که بهتر از احمدی نژاد اون بوفالو فکر بکنه؟ آیا ما بهتر از این شامپانزه وجود نداره؟ من چرا باید به اینا رو ایرانی بنامیم؟ ببینید ریسیستی نیستا. به خاطر اینکه شما وقتی یک لیدر انتخاب میکنید، دنیا مثلا من یادمه، من رئیس یک کارگاهی بزرگ بودم، 245 تا کارگر و تکنسیان منشون کار میکرد، یک کار تحصیلی داشتیم داشتون کار میکردم. برخی از اینا مسلمان بودن، اینا عاشق احمدی نژاد بودن، چون احمدی نژاد تبلیغات آنچانی میکرد، پولای آنچانی تا همین
کمربندی لندن به هیوستون رود پرچم‌های بزرگ می‌زدن که هر کدوم تبلیغات اینا واقعا میلیون پوندی بود. تا فقط اسمش تبلیغ کنه از اون جمهوری اسلامی چه بهره برداری کرده؟ فقط باعث شد یه عده فریب بخورن. در واقع اون ساید پایین جامعه اینها رو به عنوان ایرانی بشن. بعد فقط این دهن باز میکنه اون قیافه. بعد پسر از این میگفتش که رفته بود امارات، بعد گفت زنان ایرانی خیلی زیبا هستن. بعد چرا رئیس جمهورتون اینقدر زشته؟ ولی من دوستش دارم، ما خیلی با آمریکا مشکل داره، فلان مشکل داره. ببین ما فریب این بانماسکا رو داریم میخوریم. از این جنس رو نگذارید بر ما امیری بکنن، نگذارید متوسط ها، ناقص العقل ها، عقب مانده ها، شاشکون ها. ببینید با به هر صورت بخواه من یه شاشکونی برن اونجا، اونه آتیست هیچ تعریفی نداره، بعد میگه این مثلا فلسفه خانه چی خونده، کدوم مدرک وجود داره، کدوم تعریف وجود داره. یا مثلا کسایی رو مثلا میکنن میگه این لیدر فرانسه سخنگوی معلم هاست، چون به این اجازه ویراج میدن چهار جا سخنرانی میکنن نمیگیرن، بقیه رو میگیرن. این آقای احمق زیدآبادی رو گردنشو نمیزنه هر غلطی بکنن. اگر یک روشن فکر یک حرفی بزنه گردنشو میزنن. زندانیان ما از ابین از پشاکویه نمیتونن بیانیه بدن، برای نرگس محمدی یا نوریزاد حل لحظی میتونن این کار رو بکنن، تازه دستورات اونا رو اجرا میکنن. آگاه باشید اینها مبارز سیاسی نیستن، اینها فعال مدنی هن. مدنی اینها هیچ دب تیما ندارن. از اصلا غرب حق نداره این کثافات رو به عنوان نماینده ما جامعه تو واشنگتن پست با اینا مصاحبه بکنن و بگه این لیدر جنبش براندازی ایرانه و اون معتقده که تحریم ها بر ضد مردم ایران بوده، به حکومت ایران هیچ ضربه ای وارد نکرده. مزخرف. ما خسته شدیم از این همه خیانت. ببینید حواستون باید باشه، اگر تو همون جنبش معلمه یا آدم یکی دو سخنرانم نمیشناسم رسول بوداخی، ولی یکی دو سخنرانش مشخص بود که این آدم مسئله داره با جایش. اما این کثافتی که میاد با یک جنایتی که سرکوب شدن به آهنگران میگن اینها لومپن پرولتاریا بودن، بعد وقتی صداش لو میره میگه من این صدای من نبوده، بعد منطق بچه ها مثلا پیام میفرستم شخصی، مثلا پیام میفرستم وایس هم میده، میگه که این من نبودم فلان نبوده، و میگه خب وایس اصلی بره. یه وایس دیگه میفرسته میبینم اون فجیع‌تر اتفاقا زیر ساخت ذهنی استاد طالبانیه، مسلکونیه، کثافته. ما از این کثافاتی که داریم بالا میاریم، ما کم کشته ندادیم. بخش بزرگ از شاگردای من اینا خانواده‌هاشون عزادارن، کلی آدم اصلا مسیج فرستاده این شامپانزه سر جاشون بنشون. گفتم آخه من چیکار بکنم، اینا دارن جنبش معلم‌ها رو پیش می‌برن. بعد خود معلمات ماش گرفتن، گفتن اینا هیچ نقشی در ما ندارن، اینها رو به عنوان عروسک بر ما امیر کردن، همون ماجرایی که ما همه جا داریم. آیا نرگس محمدی زندانی سیاسیه؟ چه جور زندانی سیاسی که میشه یویو میره تو میاد بیرون، میره تو میره، هی شراب شلوغ داره تا کی؟ چرا این همه زندانی سیاسی این همه رفت و برگشت زندانی ندارن؟ چرا بقیه نمیتونن از زندان بیانیه بدن؟ چرا اصلا ما صداشون رو نمیشنویم؟ حواس اینا پوینتن. باید ببینید که جنگ نرم جایش از کجا آغاز کرده. حواستون باید باشه هر کی یه کراوات میزنه، یه رفتار شاشوری داره، یه ذره ابهه هست، فکر نکنه روی غرب دیده است یا دانشگاه دیده است. اصلا ما اینا رو نمیشناسیم. اگر من 21 سال در تبعیدم، اگر من اونجا عضو فعال کار نویسندگان بودم، یکی از دوست در لیدر جنبش فرهنگی دهه 70 بودم، جنبشی که پیروز شده اونجا، اگر من آشنام به 40 زبان ترجمه شده، اگر دنیا منو به عنوان روشن فکر دارید، بس اینا نمیشناسن. اینا کیه؟ بعد پسره همین محمد حیری که ملازه که قومی زاده است که شاش بوده 40 سالشه، بعد همه اینا شاگردای زیبا کلامن تا همون دانشگاه تهران علوم سیاسی خونده، به اسم معلم اینا رو فرو کردن. بعد در نهایت ببینی که اینا خودشون روشن فکر چه میزنن، میگن این بچه‌هایی که همه شاعر نویسنده بودن، آپانگانه به دست دادن، روشن فکر بودن، میگن آره اینها بی سواد بودن، فلان بودن، بسار بودن. و بلاحت برخی که حمله میکنن به برخی از روشن فکر، اشتباه زیاد داره. یکی مثل براهنی از لحاظ سیاسی فجیع‌ترین اشتباه رو داشته، اما این آدم تاوان اون اشتباه رو داده، به طریق هیته دیگه خدمت کرده. بخشی از براندازان که شعور سیاسی ندارن یا شعور کالچرال ندارن به او حمله میکنن، ناگهان اصلاح طلبا اکبر گنجی همسالوم در ستایش برهنی مطلب مینویسن. ببینید این یک حیله است، حواستون باید باشه. ما از سیاسی و برهنی مشکل داریم، ولی برهنی باید قبول بکنیم که نخبه های ماست، باید این آگاهی وجود داشته باشه. واسه همین این اون بخشی از نفوذی که سپاه توی این گروه های مختلف نفوذی میده به حساب شده اونا کار میکنه، باید با این جنگ ها آشنا بشید. در نتیجه این آگاهی باعث میشه که درست عمل بکنید. ما الان این پروژه که من الان دارم میبینم
به زودی ما من قبلا ها به این نکته دیگه بگم درباره این ما یک مسئله امروز بس زیاد دارم. چقدر دیگه وقت دارم من؟ خیلی وقت از دست دادم. اوکی به ما این نکته دیگه هم که داریم اینه که به زودی من اون موقع که لیسی رو وارد سیستم کرده بودم یکی از کارهای من این بود که میگفتم همه اگر کاندید پاسدار داشتن سردار سپاه بوده یا لیسی بوده به هیچ ملایی یا به لیسی پاس می یا بون سربار سپاهی که با خامنه ای از حمایت میکنه اون رئیس جمهور بکنید. به خاطر اینکه ما برای بار اول باید از این دوالیسم حکومتی خارج میشدیم. یعنی شما از سال اول انقلاب از لحظه ای که خمینی دفاع میکنه از دانشجویان خط امام یا ملایان خط امام روحانیون تشکیل میشه روحانیت تشکیل میشه ما یک دوالیسم سیاسی رو داریم. اون دوالیسم سیاسی بعد تحلیل میره بدل به یک دوالیسم دیگه میشه ما اصلاح طلب اصولگرا رو داریم بعد اونم به تحلیل میره ما حراست امنیتی رو داشتیم. ببینید همه اینا یک آشغالن همه اینا مشترک همه اینا حزب الله هم نیست فقط حزب الله تمام اینا که آزادی دارن با سرمایه جایش سرمایه جایش که سرمایه حکومت غاصب علیه ما بجنگن همه اینا کثیفی هستند همه اینا حزب الله هستند در واقع طریب نقابا رو نکنید. یعنی من یک آدم سالم توی تلویزیون بروندرسی نمیبینم توی تلویزیون حکومتی نمیبینم تمام اینایی که دولت محور هستند بی بی سی فارسی صدای آمریکا انتراشخال من اوتو تی وی دیگه همش هم یک نفرن همه هم یه حرف میزنن در واقع یک اتاق فکری دارن هماهنگ میشن ناگهان کت و شلوار عوض میشه آدما همون به تمام این مزخرفات دارن همه جا پخش میکنن. ببین عزیزان من اون موقع گفتم اگر بتونیم هوشمندی به خرج بدیم وقتی خودشون کاندیداهای اصلاح طلب اون دوالیسمی که معمولا دارن کنار زدن و رئیسی اومد وسط گفتم رئیسی و خامنه ای جفتشون روسیان در واقع جفتشون یک چیزن جفتشون پاسدارن جفتشون اهل سپاه روسپی هستن اگر این رئیس جمهور بشه دیگه اون کنش دوالیسمی نمیتونه اتفاق بیفته. الان این اشتباهی بزرگ کرده مردم میدونن که رئیسی هم خامنه ای خایمنیه مردم میدونن خایمنی همون سپاه پاسدارانه در واقع الان شما یک جور سپریزیشن میدارید یک جور سپریشن دارید میبینید انگار یک نفر داره دو نیم میشه انگار خامنه ای شرقی غربی پیدا کرده خامنه ای داره نصف میشه. شما الان کم کم دارید میبینید که سپاه داره با برخی از سیاست های رئیسی در میفته. بعضی وقتا دارید میبینید که مثلا شما خب به هر حال از موقعی که احمدی نژاد رئیس جمهور شد سپاه وارد مافیای اقتصادی شد همه چیز رو بلعید الان تقریبا همه چیز دست سپاهه و روحانی وقتی اومد هر چی خواستن که از اون باطلاقی که سپاه ایجاد کرده بود خودش رو خارج بکنه بیشتر در دامچاره سپاه افتاد و سپاه پروارتر شده. الان در دوره رئیسی دوباره ملاها میخوان یک جاخالی بدن اما نمیتونن. در واقع من در آینده نزدیک یا قبلا هم گفتم اگه رئیسی باشه ما شاهد گردنزنی ملاها خواهیم بود. الان ما با این پروژه طرف هستیم باید سیستم رو به یک سمتی ببریم که این پروژه هرچه سریعتر محقق باشه. یعنی اگه الان شما تورم افسار گسیخته دارید اگه الان بانک های ورشکسته رو دارید اگر الان حتی مغازه های فنی کوچک دارن تعطیل میشن اگر الان گرانی اساسی مثلا برنج داره سر این برنج من بحث میکنم که موضوعایی که خریدن برنج رو تعلیم بکنم شیوهش هم میگم چجوری باید اتفاق بیفته. ما اگر مواد خوراکی رو میدیم که دارن گران میشن اگه میبینیم که مثلا روزنامه جوان علی ملام از سیاست رئیسی میرسه خب از رئیسی که دیگه مخالف خامنه ای در نمیاد اگه با رئیسی مخالفت بکنه سپاه یعنی با خامنه ای داره مخالفت میکنه اینجاست اون شقه شدن اون شقه شدگی باید اتفاق بیفته و اینجاست که سازمان بندی به کار ما میاد. ما نمیتونیم به گذشته برگردیم حواستون باشه برای همینه که هر روشن فکری باید سازمان بندی داشته باشه. من بس یاد دارم بذار اینا که نوشتم حرف ندارم. ببین ما برای جنگیدن با جایش جز این که باید وارد یک جنگ سیستماتیک بشیم هیچ رایی نداریم که بخش مرکزی جایش یعنی مافیای اقتصادی جایش رو از کار بندازیم. به این معنی این که جنگ با جایش بدون جنگیدن با مافیای اقتصادی ممکن نیست چون از طریق مافیای اقتصادی فرش ساخته میشه از طریق مافیای اقتصادی بدنه سپاه بدنه ارتش پروار میشه از طریق مافیای اقتصادی با پول اینهاست که ما بسیج رو دادیم. اگر اونها رو تحریم بکنیم اونها به کون بنشینن ما به پیروزیمون رسیدیم. پس این جنگ ساختاری رو باید آغاز کنیم یعنی تحریم داخلی بسیار اساسی تر از
اکسترنال سانکشنه، یعنی از تحریم خارجی اساسی تر عمل میکنه. فقط همه باید کار بکنن، یعنی ما یک فرد، یک صدا، ده صدا، یک حزب کارا نیست. به فلسفه اگه توجه بکنید میبینید که به زودی ما از این طریق میتونیم بزرگترین خروجی ها رو داشته باشیم. ببینید عزیزان، ما پیشتر همین الان وقتی که اتحادیه اروپا میخواد روسیه رو بزنه، به سپاه پاسدارانی که الان همه چی قدرت دستشه، یک سابسیدی، یک زیرمجموعه کوچک از سلاح مشترک روسیه است. الان اتحادیه اروپا، آمریکا وقتی میخواد روسیه رو بزنه، مدام در حال تحریم روس هاست و حتی خود روس ها در بعضی از زمینه ها ایران رو به دام تحریم انداختن تا پیشاپیش تجربه بکنن راه های فرار از تحریم رو. اگر خامنه ای میگه روس ها از تجربه ما دارن استفاده میکنن، چرت نمیگه بعضی هم از خرش میکنن. در واقع روس ها خامنه ای رو، ایران رو، جمهوری اسلامی رو عمدن در اون خندق تحریم انداختن تا اونا مثل موش آزمایشگاهی تحریم روشون اعمال بشه، راه های فرار اونا تست بشه، بعد روسیه از این راه های فرار استفاده بکنه که همکنون داره استفاده میکنه. ببین اینا رو باید، اینا رو به شما در تلویزیون ها نمیگم، باید آگاه باشی. یعنی هر کدوم شما وظیفه دارید، فقط نگید من متعادل میشتم، شنیدن من رو شما منبک قرار گرفته است، یعنی هیچ فایده ای نداره. هر کدوم شما که این بحث رو میشتمید باید نقش لیدر رو داشته باشید، باید مطرح بکنید. از تجربه سانکشن در ایران، از تجربه فقیر شده شما، روس ها دارن سود میبرن. یادتون باشه بزرگترین سلاح غرب در جد مواجهه با روس ها تحریم بوده. پس تحریم مهمه، سلاح مهمتریه و مهمتر از تحریم خارجی تحریم داخلیه. ببینید خلج حوثی ها رو با پول ایران خود رو میده، با پول سایپا و این ماشین های 3 کیلومتر یا خارجی داخلی که میفروشن دارن میدن. ببینید اینا کمبود بودجه دارن، در واقع کشور هردمبیلی داره اداره میشه. این کمبود بودجه رو باید از مردم بدزدن. چرا؟ من یک گزارش دارم درباره یک چیز، اخبار خودشونو بگم که برنج چقدر گران شده و اون گرانی کذاییه. از اون بعد دولت میگه من 90,000 تن برنج وارد کردم، آمار دقیقش اینجا میدم. از اون بعد ما میبینیم که قیمت برنج شده 146,000 تومان، 148,000 تومان. برنجی که پارسال همین موقع بود 40,000 تومان، ناگهان 3,000 تومان تا این مدت بالا میره. در واقع این 3,000 تومان سپاه جایش دولت داره دست میگه تو جیب مردم، حتی برنج بودن تو بورس. ببین اینا رو به عنوان چیز میگه تو بقیه وقت باید ببین بپردازم مفصل. بذار از روی این بخونم که خیلی وقت از دست ندیم. ببینیم ما تحریم بورس و دلار و خودرو رو آغاز کردیم، اما صرف تر کردن، صرف بحث کردن اصلا هیچ فایده ای نداره. تا منهای هویتی، تا هویت ایرانی تعریف نشه، منهای هویتی هم شکل نشن، تولید ما نکنن و تحریم رو به عنوان یک اتخاذ یک گزینه عملی نکنن، این فرهنگ رو جان اندازن، ما نمیتونیم پیروز بشیم. در واقع شما ببینید که برخی میگن که مثلا ببینید ما باید قبول بکنیم که سپاه غدره، باید قبول بکنیم که ملا اینجوری که فکر میکردیم بی سوادن فلان اینا نیست. ما میبینیم که اساسا تجربه های کاگبه رو دارن استفاده میکنن، تجربه های آلمان شرقی رو به کل دارن. تو این سال، این سالا که من دارم اینو مطالعه میکنم، بیشتر آلمان شرقی رو، شما میبینید که چگونه در این سالها اساسا کل جایش پروژه سیستم آلمان شرقی رو دارن در ایران پیاده میکنن. اساسا به خصوص بر خودی که با روشنفکرا دارن تو مسئله سانسور اساسیه. یه بار باید در این بار من بیشتر روشنگری بکنم. و ما با یک دشمن وحشتناکی طرفیم. در بوکس شما میدید در مبارزه تو کامفور ما رانده مختلفی داریم. شما اگر مبارز شما، حریف شما قدر باشه در رانده اول، هر چقدر قدرتمند باشید در رانده اول که نمیتونی طرف بزنید بندازی، مگر اینکه یه فیلم هالیوودی بسازی. واقعیت اینه که حریف قوی مقاومت میکنه، حریف قوی رو میتونی در رانده آخر بزنی و جایش باید قبول بکنیم که حریف آخریه. یعنی خسته نشید، مبارزه در تداومه که پاسخ میگیره، مبارزه رو هوش پیش میبره، تعقل پیش میبره و فقط تعقل تفکره که سازمانیه، به استراکچر باوره. یعنی شما اگر استراکچرالیست باشید، اگر ساختارگرا نباشید، نمیتونید ساختار جدا باشید. جایش یک ساختار داره، نمیگه هر دم برید این ساختار رو از بین ببرید. همینجوری نمیشه فقط به شما بگن جنبش نرم و مبارزه نرم بکنید، فلان جا هیچ برنامه‌ای نداشته باشید. مبارزه باید برنامه داشته باشه. شما مغز شما باید یک پروگرام اساسا پروگرامینگ داشته باشه که فقط سازماندهی و مبارزه میدانی رو سازمان بده. مبارزه میدانی، مبارزه نرمی که اینا میگن به هیچ غلطی نمیکنن، سخت‌تر از مبارزه صعب و سخته. خب ببینید
ما میدونیم که حالا یه دین شما میتونیم بسید خب میگین این رانده آخر کیه موتا ما خسته شدیم تو غلط میکنی که خسته شدیش غلطی نکردی اصلا ما هنوز مبارزه با جایش رو آغاز نکردیم ما مدام فریب خوردیم برای ما چهره ساختن برای ما گذشته ساختن برای ما ارتجاع ساختن ما برای بجایی که پیش بریم در جا زدیم فرو رفتیم ما فقط کشته دادیم فقط قربانی دادیم تنها دستگاه ما تنها پیروزی ما دانشگاه آپانگان بوده قیام آپان بوده اونجا ما فهمیدیم که پس ابرقدرت دوم مردم میتونن با دست خالی خیابان رو دو روزه عدد بیابان بکنن طوری که تمام اطباعات جایش تمام تلویزیون های جاکش و برون مرزی همه بگن که اون خرابی ها رو سپاه به دست داده تا مردم نفهمن که قدرن که قدرت بندن. در واقع اون سیستم آگاهی سازی که اونجا هجی شده خرب و شرب از ساخت ترسیده از طریق اسلام در خاورمیانه اینا دارن بیزینس میکنن. اگر ملت های خاورمیانه آگاه باشن ببین از طریق استخراج نفت منطقه داره آلوده میشه بالاخره اینا سوختای فسیلی هستند که منطقه داره آلوده میشه ولی سودش اون ملت نمیبرن اون مردمان نمیبرن سرزمینشون داره از دست میده اما سود نمیبرن چون سوخت و ارزان میفروشن سوخت ارزان رو ملت های عقب مانده عقب افتاده اسلامیستی میتونن به دست بدن توجه کنی و از این جهتی که بیش از همه خود اون مافیای سوخت نگران آگاهی منطقه است. الان عراقی رو فکر نکنید اصلا مسلمان هم نبین شیح هفه این علما من الان در عراق جنبش لایک میبینم لبنانی ها اساسا جنبش هاشون آنارشیست محوره اصلا قدرت محور نیست ما در اون منطقه رنسانس رو داریم میبینیم و ترسیده قلب و شب ترسیده از اون منطقه ما باید الان افریقا از ما جلوتره چون اون الان فوکوس روی ماست برای به خاطر ثروتایی که ما داریم پس از این جهت باید آگاهی رو بس بدیم یعنی ما باید بس بکنیم فریب این جعلقای بچگی رو نکنیم دو تا کراوات بزن همه شما رو فریب میدن همون فرانج شکنجگری که تو وزارت اطلاعات از ما مصاحبه میگرفت الان اومده کراوات زده یکی شده مثلا در... چی بگم آخه یه روز باید تحقیق بگید تمام اینایی که میان در تک تکشون میان در تلویزیون ها فقط سابقه شون تو همین اینترنت سرچ بکنید تو همین گوگل سرچ بکنید این چه ایواناتی بودن و چرا آدم ها باید توبه بکنن چرا قاتل بدونی که مجازات بشه باید بدون به قهرمان بشه ببین ایش اینا نکته است. خب ما برای این راه رو پیش بریم باید حواسمون باشه که یه ایدش به شما میگن که خب ببینیم که خب این دقیقه 90 که ایران داخل کیه ما بازی رو شروع نکردیم هر چی که تاکنون بوده مال جایش بوده هم بازی مال خودشون بود هم زمین بازی مال خودشون بود دوستان بدونید دقیقه 96 رو ما آغاز نکردیم روزها در مشهد با کارگردان رئیس اتحاد سپاه آغاز کردن ما فقط اون جنبش ازشون دزدیدیم ما پروگرامینگ نکرده بودیم قیام کردستان قیام دیما ما براش برنامه نداشتیم قیام آپان رو ما شروع نکردیم سپاه شروع کرده با محوریت گرانی اونم برای تحت فشار قرار دادن دولت روحانی بوده میخواستم بنای خود ما اون جنبش رو دزدیدیم و میدونیم که چقدر جد در تغییر شعارها کشته دادیم ببین ما هنوز کار در واقع هم بازی هم زمین بازی ما رو اونا بوده ما فریب خوردیم ما خیلی از کسان رو مبارز میدونستیم ولی این وسط به ما خیانت ها شده ما بزرگترین نیروهای فکری اون از دست دادیم که شما اسمشون هم نمیدونید تا به این شاسکولایی که به شما میان من آپانگرا من همین الان دو تا زندانی در همون اوین داریم که جوانن 32 سالن اما تمام این مفسرهای تجربه بروندرچی رو از دهن میخوان از فرانجا رد میکنن اصلا خورد میدن اینا رو اصلا اینا نمیتونن این نیو جنریشن ایرانی بچه های تندوتیز کم نداره ما صداشون رو نمیشنیم چون اینا اهل معامله نیستن اینا جای خوبی تدریس کرده اینا کومسلمون نیستن اینا باوری به کمونیسم روسی ندارن اینا عشقشون ایرانیه عشقشون ایرانن اینا به معنای مطلق کلمه ملی هن به دانشین هن به دانش محور عمل میکنن اینا نومدر نیستن توجه داشته باشید اینا هیچ ربطی به روشنفکری قدیمی ایرانی ندارن سه اینا زحمت کشیده شد 5 سال تمام انواع اقسام تئوری های مهم فلسفی و ادبی و سیاسی و هنری رو با اینا کار کردیم ما و در واقع قیام آپانگان اون شعوری که الان ما داریم این مبارزه‌ای که الان داره جایش میکنه این آگاهی که پدید اومد نمیخوام بگم فقط اینا بودن ها خیلی ها تو این سم دارن اما باید دیدن که جایش رو از چی میترسه چرا ناگان به هر آشوب داده چرا ناگان همه در اسلام رو تبلیغ میکنن بگن با اسلام خوب هم داریم ما خسته شدیم 1400 ساله میگن اسلام خوب یک جا باید آگاه باشیم ببینید من به بحث اساسی خودم نرسیدم خیلی بد شده بذار از روی من فقط بخونم بحثمو از این بگذارم هفت دقیقه امیدوارم این رفیق ما بیشتر ما وقت بده چون بدون این چیز اصلا ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم خب ببین عزیزان
من اگه بخوام این بحث رو ببندم باید از روی این سری بخونم که وقت کم نیاریم، چون یه یادداشتی کردم اینجا وقت نیست دیگه. خب عزیزان ببینید، من فقط دوباره برنج و یه سری چیزهایی که اکتایی که جدید، من عنصر چهارمی که باید تحلیل بکنیم خرید برنج چگونه اینو میتونیم تحلیل بکنیم. اصلا احمقانه است این حرف ظاهرشا، اما نکته رو بگم میگیریم که باید چه کارا باید بکنیم. ببینید ما الان در وضعیت فعلی که داریم، هی یادداشت نوشتم هیچ کدوم اینا مثلا نکردم نمیدونستم که من اونجا گفتم که چگونه شناخت من در مسئله به ما کمک میکنه. این منی که از اون ما بیرون میاد، در واقع من ایرانی، من انسانی، من انسانی اگر ایده داشته باشه برای تحریم داخلی هم ایده مند عمل میکنه. ببینید با یه پرسش اقتصادی ادامه میدیم، چرا مردم ما، ببین چرا در این 43 سال چرا همکار اصلی جایش خود مردم ما بودن، خود مردم معترض بودن، چرا مردم ایران، ایرانیان در شرکت ها، در پروژه های مشارکتی جایز سرمایه گذاری میکنن، شرکت هایی که میدونن ورشکست شده ولی اونجا سرمایه گذاری میکنن. نکته است چرا مردم سرمایه های خودش رو در اختیار شرکت هایی مثل ایران خودرو یا سایپا قرار میدن؟ مگر این شرکت ها ورشکسته نیستن؟ توجه کنید، مگر نه اینکه ایران خودرو و سایپا و دیگر شرکت ها زیانده هستن؟ پس چرا مردم اینجا سرمایه گذاری میکنن؟ در کجای دنیا یک انسان خردمند، یک انسان عاقل در سوئد، در انگلیس، در آمریکا کجا میرن بورس رو بخرن، یعنی سهام شرکت های ورشکسته رو بخرن؟ این وحشتناک دیگه. در واقع ما چنین بدبختی در ایران داریم. وقتی شما خودرو رو چند برابر قیمت اون میخری، میدونی این خودرو قیمت واقعی جهانیش 10,000 دلار، میخری 14,000 دلار، قیمتش 4 برابر میخری، به همون نسبت باید خود آماده بکنی که لوازم یدکیش هم 4 برابر بخری. به این پوینته، یعنی خود ایرانیان دارن دامن میزنن به پرواز شدن جایش. زامن بقای جایش، این که میگم اسلام مشکل دارن با خرافه، مشکل دارن با بلاحت، همینه. به اینا بحث های ساده یک که هرگز این متخصصان اقتصادی که یکی از یکی شاشکول دارن اینا رو مطرح نمی کنن. چرا با خود مردم درگیر نمیشیم؟ تحریم داخلی یعنی آگاهی بدی به مردم که تویی که داری در این بار ماسکه ها شرکت میکنی، در واقع تو منبع مغذی تغذیه دهنده جایش خودتی. در واقع این وظیفه استاد دانشگاهه که اینو سر کلاس اقتصادی رو باز بکنه، به دانشجو به عنوان مغز محرک اینو تو بدنه جامعه پخش بکنه. اما استاد دانشگاه گاگول، امثال زیبا کنار، امثال حیوانات مسلکونی از این دست، تمامشون از بعد انقلاب فرهنگی ما در دانشگاه ایران اصلا دانشگاه نداریم، یه مش حیوانکده داریم. یعنی شما میبینید که در اینجا خود و اساتید به دانشجوها میگن که طبق برآوردهای جدید برید ماشین بخرید، ماشین گران میشه، برید دلار بخرید، دلار گران میشه. در واقع شما اینا به جای اینکه به مردم آگاهی بدن، روشنگری بکنن، خود مردم رو در دام جایش میندازن. در واقع استاد دانشگاه ما آگاهی نمیسازه و مدام به دانشجوش توصیه میکنه که در این مقطع وارد بورس بشید، فلان بورس رو بخرید. و ما این در واقع تا وقتی که این مضحکه رو داریم در ایران انقلاب ساختاری نخواهیم داشت، تحقق آگاهی رو نخواهیم داشت. حالا همه اینا پیشفند دکتر مکتور دارن، یکی هم یکی از یکی گافتر. تا اون شعور ایرانی اتفاق نیفته، تا اون ریسپانسیبیلیتی، مسئولیت انسانی اتفاق نیفته، ما به هیچ جایی نمیرسیم. خائن ترین ها تا این 4-5 سال ها همین کسانی بودن، شاشکول هایی بودن که در این تلویزیون ها یک کلمه حسابی هم، یعنی مردم شما نگاه بکنید اصلا از اینا برای مردم آگاهی نساختن. مردم الان در خیابان اگه حرف میزنن همه رو مدیون آپانگرا هستن، مردم مدیون براندازان هستن. خب ببینید، ما در حال حاضر هیچ شرکت سوداوری، هیچ کارخانه سوداوری در ایران نداریم. هر اسنادی که ارائه میکنن بر اساس نرخ تورم، ما میبینیم که اینا همشون شرکت های ورشکسته هستن. در واقع این تورمیه که اگر تورم در ایران داریم، مردم در این تورم سهم دارن، مردم در حال مشارکت با این تورم هستن. چرا اشکی روشنگری نمی کنه؟ به مردم آگاهی نمیده که شما همکاری دارین میکنید با این مافیای اقتصادی، به این مافیای اقتصادی که اگر مردم نبودن از ورشکست میشدن. ببینید این مسئله است. ببینید در همین روزان اخیر شما شاهد گرانی برنج هستید. ببین من اینو این یه نمونه رو باز کنم. برنج در پاییز سال 1400 بود کیلوی 37,000 تومان، الان در بهار 1401 یعنی 9 ماه دیگه شده 148,000 تومان. ببینید 37,000 تومان کجا، 148,000 تومان کجا. این خودرو قیمت 4-5 برابر شده. بقیه این پول کجا میره؟
پشت این افزایش قیمت چه کسانی هستن؟ به جز دولت و سپاه و خود عوامل جایش، شما چه کسی میتونه پشت این پروژه باشن؟ در واقع کار جایش الان به جایی رسیده که مردم رو، یعنی شما الان میبینید خود جایش اومده برنج رو وارد سهام بورس کرده دیگه، یعنی شما الان میتونید مبلغی هم که برای سهام برنج در بورس تعیین کرده 73,000 تومانه، ما مضحکتر از این نداریم. اینها همگی پیامد داره، یعنی اون شاشکول ایرانی، اون مسلکونی که میده سهام برنج رو میخره، در بدبختی ایرانیان نقش داره. نگید این برنج اینا در تولید برنج نقش دارن، در واقع نقش مردم در این بارماسکی چیه؟ اینو توی برنداز باید آگاهی بسازی. مردم باید برن در بورس سهام برنج بخرن؟ آ این احمقانه نیست؟ نقش ما به عنوان یک فرد، یک برنداز، یک ایرانی، یک هویت، یک ایران شهری، آیا جز آگاه کردن مردمه؟ اگه شما مسلمونید که هیچ، اما اگر ایرانی هستید و نمیفهمید که غذای شما رو، کالای شما رو، هستی بود و باشی شما رو جایش در بورس به حراج گذاشته، مشکل داریم. فاجعه از این عمیق‌تر نمیتونه باشه. مافیای اقتصادی جایش فردا پس فردا شک ندارم آب و هوا رو هم در بورس بذاریم به زیادی که آب و هوای ایران داره. در واقع شما دارین با خرید سهام برنج در چپاول غارتی که جایش داره به دست میده جهت جبران اون کمبود بودجه ای که الان دولت رئیسی باش مواجه هست نقش دارید. یعنی شما میایین برنج رو گران میکنید، برنج گران رو میخرید. حالا شما مثلا یه دفعه میتونید بخواید برنج رو بخرید با چیکار بکنیم؟ من وقتم زیاد نه، 2 دقیقه بیشتر وقت نه، فقط این راهکارشه. حالا راهکار چی؟ تحریم. راهکار بسیار ساده است. همون جوری که بورس خودرو دلار رو ما تحریم کردیم، برنج رو هم تحریم میکنیم. شاید الان شما ببینید که این دیگه برتحریم شده نیست، برنج کالای اساسیه، درست، بدون برنج نمیشه زندگی کرد تا حدی درست. اما در پاسخ به این سوال من باید بگم که این کالای اساسی رو حالا که قشر ضعیف، قشر فروده است نمیتونه مصرف بکنه، چون هیچ فروده استی نمیتونه بده، حتی طبقه متوسط نمیتونه 48,000 تومان بده برنج بخره. اگر قرار باشه مثل همون فوتبال، اگه قرار زنان به فوتبال به ورزشگاه نرن، بهتره مردها هم نرن، اون وقت علنی میشه، همه میرن. اگر فرودست نمیتونه برنج بخوره، توی طبقه متوسط، توی طبقه بورژوایی که فکر میکنی براندازی، تو هم تحریمش بکن. کافیه 3 ماه برنج نخوری. الان برنج رو اینا میگم، من به آخر خبر میخوام چون وقت زیاد ندارم، 4 ماه برنج نخورید. اگه برنج نخرید در این کشور همه چیز بر اساس سود و بهره بانکیه. دولت همین چند وقت پیش 80,000 تن برنج وارد کرده، 80,000 تن در بورس اینو 72,000 تن قیمتش حساب کرده. اگر از اینها از هر کیلو بخواد 30,000 تن بالا بکشه، 30,000 اگر بنظر 80,000 پوند کرده شد 2,400 میلیارد تومان. فقط با برنج میتونه بخش بزرگی از کمبود بودجه خودش رو، در واقع 2,400 میلیارد تومان رو جبران بکنه. این بالماسکایی که ما باش طرف هستیم، برنج رو بازار چون قبض میکنه قیمت برنج میگه، شما عجله میگیرید و ایرانی ها نمیرن 1 کیلو 2 کیلو بخرن، میره 100 کیلو برنج میخره. خب مجبور نیست که 2-3-4 ماه دیگه در شمال، در خیلی از شهرها اینا دوباره شاریزارا برنج رو درو میکنن، دوباره برنج رو خواهید داشت، برنج رو نو رو خواهید داشت. این پول رو اگر برید سر مرزها، سر شاریزارها، از خود کشاورزها بخرید، از سپاه نخرید، از دولت رئیسی نخرید. الان که میرید 4 ماه تحمل بکنید نون بخرید، یا 2-3 کیلو برنج بخرید، برنج نامرغوب بخرید، اساسا باید این بیزنس نشید، اساسا نباید برنج بخرید. در واقع یعنی پیشنهاد من اینه که تحت هیچ شرایطی برنج نخرید، با کالای دیگه سر بکنید 3-4 ماه تا برنج ایرانی وارد بشه، برنجی که بعد از سر خود کشاورزا بخرید. اینجور لاغر خود ایرانی ها رو پروان کردید. 3 ماه 4 ماه اگه شما برنج بخرید، این 2400 میلیارد تومان جایش نمیتونه جور بکنه و یک ضربه کاری بهش بدید، همونجوری که پول حوثی‌ها نمیتونه جور بکنه. من میخوام بحث رو ببندم. ببین احسان، ما ناگزیر از بحث رادیکال کردیم، ما ناگزیر از تعریف یه جور بی‌رحمی هستیم. یعنی الان وقتی این نیست که من بگم اینها با حالا این معلمه اون فرق، کسی اشتباه میکنه باید محکم جلوش وایسی. ما خط قرمز داریم. شما بگید محمد پیدوفیلی، 1000 جور صدا در میاد، بعد قهرمانان ما رو، آپانگان ما رو، در واقع یه مش شاشکولی که هنوز دارن گدایی جایش رو میکنن که مثلا حقوق 1 میلیون تومن، 4 میلیون تومنشون، 5 میلیون تومنی، اینا یه لیدر جای پاسش انتخاب میکنه، میاد به آپانگان اهانت میکنه، میاد به قهرمانان ما رو میگه اینا در حد لومپن پرتالی هستن، یعنی اینا آدمای سطحی هستن، لومپن خیلی فجیعه. یعنی اون آدم اگه ایران باشه میره از مثل قورباغه تو شاخش میبرن. ببین اینا مهمه، اینا خطوط قرمز ما هست، ما در حال جنگیم،
ما در حال جانبخشی هستیم، ما شهید کثیفی نداریم، ما تمام قهرمانان ما جانبخش وطنند، در واقع برای وطن، برای ایران کشته شدند. ما جانمون رو در این راه گذاشتیم، به همه من این گونه هستیم. حتی به جایی که آزاد میشه هنوز دارن مبارزات ادامه میدن، فقط بدل به موتور شدن، بدل به لیدر شدن. همه باید تشکیل سازمان بدیم. و من الان وقتی کارکردار رو همراهی کرده، من همه شما رو به ایران میسپارم. بحث درازدامنیه، فقط عزیزان روشنگری بکنید، تحریم داخلی رو جدی بگیرید و انتظار نداشته باشه همه اینا رو من سازماندهی بکنم. یعنی تمام لیدرهایی که از زندان آزاد شده یا کسانی دیگه باید شروع بکنید محل محور سازماندهی بکنید. مردم میتونن یه مدت برنج نخورن، این برنج نخوردن باعث میشه سپاه لتوپار بشه. در اون بیزینسی که جای اشاره میکنه، اینا خیلی بودجه کم دارن و وقتی بودجه کم دارن یعنی از عهده اداره کشور بر نمیان. ما اون فروپاشی اقتصادی به طور مطلق رو میخوایم. اگه اون اتفاق بیفته خیابان ها و شما باید باشید الان. در واقع الان من مبارزه کذایی نمیخوام، شما شک نداشته باشید که به زودی ما اون فروپاشی رو خواهیم داشت و براندازان واقعی اونه که تجربه دارن نقش لیدرهای میدانی رو ایفا خواهند کرد. شما باید ذهنتون رو مسلح نگه دارید که اگر شروع کردن، اگر دوباره آپانگان که من شک ندارم دوباره پدید میاد، اگر آمریکا بیدادشون نرسه، اگر غرب بیدادشون نرسه، در واقع نجات نده جایش رو، من شک ندارم که به زودی ما به تک تک شما نیاز و مبرم داریم. شما رهبران واقعی میدانی هستید که میتونید به داد ایران برسن. شما زیر 40 ساله ها، من ما در زندان هامون اساسا مبارز سیاسی بالای 40 سال نداریم. همه اینا یا فعال حقوق حشرن یا سوراخهای خود جایشن یا مثلا فعال حقوق سوسیالیستی هستن یا مثلا نوچای پوتینن یا نوکران روسی هستن یا گاگولهای مرتجی از انبا و اقسام هستن. ما جز شما هیچ ثروتی نداریم. تنها چیزی که ثروت ماست آگاهی شماست و آگاهی شماست که میتونه آپان نهایی رو به دست بده. آپانگر بودن در واقع معنای دیگر ایران شهری بودنه. همه شما رو به ایالات متحده ایران میسپارم. بدرود.